سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم و برنامه این هفته به معرفی هنرمندان معاصری از افغانستان اختصاص داره. در برنامه این هفته همکار من کاوون خموش برای دیدن آثار چند هنرمند پرکار و گفتگو با اونها به مارسی سفر کرده. در اتفاق کمپیشنه در این شهر ساحلی در جنوب فرانسه، نمایشگاه 11 هنرمند معاصر افغانستان برگزار شده. نمایشگاه برای نشان دادن وضعیت افغانستان از دید هنرمندانی که هم جزء تاریخ معاصر افغانستانند و هم راوی این تاریخ. موزه یا موزه تمدن‌های اروپایی و مدیترانه میزبان 66 اثر از کارهای هنرمندان معاصر افغانستان است. نمایشگاه خرمهره آثار نسل نوی از هنرمندان افغانستان اینجا به نمایش میگذاره. ما به شهر مارسی فرانسه به تماشای این آثار آمدیم. یکی از این هنرمندان عزیز هزاره است که با 3 مجموعه اثر به این نمایشگاه آمده. کابل زندگی منم و دانشگاه هنر را در لاهور پاکستان خواندم. از 2009 به این طرف من کارای هنری منم و کاری که تولید میشه در افغانستان تولید میشه و این طبیعی است که ما از اونجا ریسورسز از ما از اونجا است. ما الهامات که میگیره چه رقم بازی سیاسی صورت گرفته را، چه رقم اتفاقات اجتماعی فرهنگی شکل گرفته را و اینمیه. هنرمندم باستاوی به اصطلاح جامعه خیلی دیگه. کار اول او این دیوار کلمات یا به قول خودش دیوار محکومیت است. Wall of Condemnation کار است که کمیشن شده از طرف موسیم، فقط مخصوص به دیزین نمایشگاه ساخته شده و ما زیادتر بررسی میکرده که چه رقم فرهنگ تقبیح کردن بین سیاسیون رواج پیدا کرده و چرا قم و اثر خیلی چیزا خیلی با یک استیتمنت تر میشه دیگه. ایده از ما همی بود که ما این همی بسته استیتمنت هایی که سال 2004 تا 2018 را ایشو شده و اینا را سیاسیون داخلی، خارجی، اکتیویست، رهبرای جهادی اینا این استیتمنت را صادر کردن، اینا را جمع کردی و بعد از او ایده همی بود که یک دیوار از این استیتمنت ها جرشو مثل و یک دیوار هم می آمد از دیوارای سیمنتی که در بین سرکای کابل ما داریم و از امو تصویرها مو الهام گرفته و این دیوار را ساختیم. او با جمع‌آوری صدها اعلامیه‌ای که برای محکومیت حملات انتحاری و انفجارهای خونین افغانستان پخش شده، کتابی چاپ کرده که با ورق زدن آن فقط می‌بینید اعداد و تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها تغییر می‌کند، ولی کشتار مردم همچنان ادامه دارد. کاری که به نظر او نمایانگر دیواری بین کسانی است که تصمیم می‌گیرند و کسانی که در موردشان تصمیم گرفته می شود. همونطوری که هنرهای معاصر در سالهای گذشته کم کم بر خودش در افغانستان جای پا باز کرده، هنرهای میان رشته‌ای هم سکوی بازتری شده بر هنرمند افغان تا عمق زخم دل خود بیان کنند. در سالهای گذشته وضعیت در افغانستان طوری بوده که برای اندوهگین شدن و برای تکان خوردن باید رویداد دردناکتر از اتفاق قبلی بیفته. اما شاید امی کرختی هنرمند معاصر افغانستان را واداشته تا برای فریاد و عصیانش از هر هنری استفاده کنه. اما وقتی ارزش جان انسان به عددی سقوط میکنه که میتونه نتیجه ضرب و تقسیم یک حمله انتحاری یا یک انفجار باشه، چه واژه‌ای میتونه زبان بی زبان هنرمند باشه؟ عزیز هزاره میگه واژه‌های سوخته. واژه‌های سوخته نام مجموعه دوم عزیز در این نمایشگاه است. در این آثار او از زرورق الهام گرفته که معتادان زیر پلهای کابل برای دود کردن مواد مخدر استفاده می کنند و با این دود زندگی را می سوزانند. برای اولین بار که ما با معتادین کار میکردم، معتادینی که زیر پل ساخته و خیلی نزدیک خانه من بود، هر روز ما تر میشدی کاغذهای کنه استفاده میکردن، اما زرورق ها را کوشش از ما می بود که ایره چرقم داخل یک تصویر کدی کدی خط میتنیم بینه، اونم لایه ها را چرقم داخل خط میه. بلده از ما یکی خوب بود که ما چرقم امی جنگ روی تریاک چرقم است و چرقم مو در رو سخته رایی.
عزیز هزاره همانطور که از اتفاقات سخت و تلخ کابل متاثر شده، از کارهای هنرمندان نامی دنیا هم الهام گرفته. یک هنرمند چینایی به نام آی ووی که او زاویه دید که چه رقم که اتوریتی چالش که درایی بود، او به لزما خیلی چیز بود. مثلا ژاک دریدا که است ایدیز امی دیکنستراکشن به لزما خیلی جالب بود و ای به لزما الهام بخش بود. throughout امی پرکتیس که ما داشتم آرتیستا و هنرمندایی که از قدیم بودن مثل مکتب هرات و سنتایی که در بین خود فرهنگ تصویری افغانستان وجود داشت اینا را مطالعه کرده و تاثیر داشت اینا. کار دیگر او در این نمایشگاه این اثر است، دیالکتیک، چیدمانی به کمک ویدیو، صدا و ابزار عادی که خواسته جدل‌های تکراری افغانستان را در هم آمیزد. دیالکتیک باز امی کدی ایدیایی که آرشیف چرقم هیستری ساخته شده را، تاریخ چرقم را، اتاریتی چرقم تاریخ را میسازه و ممکن ما چرقم تاریخ را میگرم. ما کده از یک کده افتخار کلان شدیم که ما روسا را شکست دادیم، بریتانیا را شکست دادیم، ممکن 5 سال آینده بگه که ما امریکایی را شکست دادیم و نیتو را شکست دادیم. ولی به چه قیمتی ما شکست دادیم؟ کیها دی شکست دادن بود و ما چی رول از ما چی بود؟ رول از ما دینمی تاریخ چی بود؟ رقمی که ویدیو اینستالیشن ارزش شده یک دانش یک چنل در روی شیشه مخره و او شیشه کسته نکاس داره، 4 دانه تصویر متفاوت از یک چیز جور میشه و یک دانه دیگه شکسته تصویر جنگ های شبانه سربازای امریکایی که اونا رفتن در قریه های افغانستان جنگ کردن و فیلم گرفتن و باز در روی شیشه که مدر خاک افغانستان است که ما خاک را مستقیم از کابل جمع کرده بودی و دوره جهاد مینمی بود، جنگ سر خاک بود و هر گروه جهادی که میمدن داخل کابل با اونا زده رای بود و این باعث شد که ما اینمی دیالکتیک را جور کردیم. افغانستان در سالهای گذشته وضعیت پرآشوبی داشته، اما برغم همه این هرج و مرج ها هنرمندان و نسل جدیدی از کنشگران اجتماعی ساکت نبودند. عزیز هزاره از هر ابزاری برای بیان افکار خود استفاده می کند. کار از ما نمیقدر است که ما کار را خلق کنم، بعد از اینکه ما بیننده کده چه رقم برخورد مونه، چه رقم منگره، او مسئولیت از ما نیه و هر کس برداشت خود خورده داره. در بین آثار به نمایش در آمده مجموعه عکس های توجه هم را جلب میکند که کار فرزانه واحدی عکاس مستند است. او با دوربین در دست در دو دهه گذشته مجموعه دیدنی از زندگی زنان افغانستان ثبت کرده. زن زیر نظر جوامع قضاوتگر و در تیررس خشونت های بی پایان و فضای سنگین مردسالاری همیشه از نظرها دور بوده، اما در افغانستان در سالهای اخیر ظهور عکاسان زن دریچه‌ای بوده برای دیدن نیمه دیگر واقعیت افغانستان. شروع کار عکاسی ما تقریبا بگویم تصادفی بود. دوره کودکی ما و نوجوانی ما در جنگ‌های داخلی بود و در زمان طالبا بود و ما قدر دسترسی به مسائل بسیار به حساب هنری و اینا نداشتیم. شرایطی را که ما به عنوان یک دختر جوان تجربه کردم علاقمند به این ساخته بود که راهی را پیدا کنم که بتونم امی قصه هایی که امی اتفاقاتی که به امسنای ما در اطراف ما مفته را به حساب شریک کنم. فرزانه عکاسی را در مرکز آینه در کابل زیر نظر عکاسانی مثل رضا دقتی یاد گرفت و سالها برای رسانه‌های جهان از جمله خبرگزاری فرانسه و اسوسییتد پرس عکس گرفت. ای کاش زمان طالبان من عکاسی می‌فهمیدم. کاش زمان طالبان من عکاسی می‌فهمیدم. عکاسی یاد می‌داشتم که من او دوران را ثبت می‌کردم. چون یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگی من بوده. نه تنها با ما فکر میکنم به اکثریت زنای افغانم بود که ما تا امروز نمیتونیم از فشارها و از او ایدئولوژیی که بالای مردم ما چی شد تطبیق شد براییم. اما سالهای زیاد دوربین عکاسی حداقل در جای مثل افغانستان عمدتا دست مردان بوده و عکاسان خارجی.
و این روی مضمون و محتوای عکس هایی که گرفته شده تأثیر گذاشته. زمانی که مسائل میای روی زنای افغان، چادری شده یک سمبول برای زنای افغانستان. اکثر گزارش‌ها را که ببینی حتما دیشی یک عکس چادری هست و نشان بتن افغانستان، ولی برای ما یک زن افغان که در افغانستان تولد شدیم و کلن زندگی کردیم، چادری هویت من است. مسائل بسیار زیادی هست که من فکر میکنم دنیا هنوز از زنای افغان ندیده و باید ببینه، و من تلاش میکنم که اینمی تصویر برای بیرو برسانم. هنری کارتی بریسون، عکاس نامدار اهل فرانسه، باور داشت که عکس زاده دوربین نیست. عکس حاصل چشم و قلب و فکر است، و اینکه عکس گرفته نمی شود، عکس است که عکاس را می گیرد. فرزانه واحدی از کارهای او الهام گرفته. به نظر ما یک بخش بزرگی است، یک اثر هنری یا یک کار هنری یا یک عکس، هر چی که باشه، همین است که چی داستانی پشت این تصویر وجود داره. ما یک روز در شفاخانه بودم که یک خانم آوردن، و او خانم چی بود؟ کلن بدنش سوخته بود. صدای گیری از او، بوی سوختگی بدن از وی قدر سر ما تاثیر کرد که ایده او اتاق گریه میکرد، ما در دالیز قدم میزدم و گریه میکردم و میلرزیدم. اما روز هیچ نتونستم که جرات کنم، حتی پرسان کنم که من اگر بتونم عکس بگیرم یا این خانم را ببینم. برای هفته ها او بوی و او صداها را و او تصاویری را که من میدیدم فراموش کرده نمیتونستم. اما داستان‌های غم‌انگیز بیشمار بود و تکراری، و این فرزانه را واداشت دوربینش را سمت دیگری بگیرد. مجموعه صدها زن بسیار جالب برای من اتفاق افتاد، به خاطر که من ایدش تقریبا از یک زمان در ذهن خود داشتم، ولی هیچ زمانی جرات نمی کردم که من روی از این مجموعه کار کنم، تا ای که من سال 2015 اولین خانه خود خریدم. زمانی که من اولین خانه خود خریدم، یک حس قدرت، مستقل بودن به من رخ داد که اونمو وقت احساس کردم که دیگه من آماده هستم این مجموعه عکاسی را شروع کنم. در سالهای اخیر هم با استفاده از فرصت مشغول آموزش نسل نوی از دختران عکاس در افغانستان بودم. مجموعه نوی را شروع کردم که او بیشتر زندگی زنای افغان در داخل خانه هایشان، زندگی زنای افغان مثلا در مراسمشان، یعنی ای که چی کارایی میکنن، چی وظایفی را انجام میتن، تمرکز کردم و روی از اون مسائل کار کردم. نمایشگاه آثار هنرمندان دیگری را هم به نمایش گذاشته بود، از جمله مجموعه کارهای حامد حسنزاده، کبرا خادمی، محسن تاشه، کاوه آیرک، وهاب مهمند و آثار لایق. اما بیشتر هنرمندان به دلیل محدودیت‌های مهاجرتی نتوانستند به نمایشگاه آثارشان حضور پیدا کنند. در ادامه گشت و گذارم در نمایشگاه میرسم به تابلوهای لطیف اشراق. هنرمندی که میگه منبع الهامش چیزی نیست جز خبرهایی که هر روز قلبش را مثل یک کاغذ نقاشی مچاله می کند. دغدغه هنرمند در افغانستان شاید تفاوت زیادی از دغدغه دیگران نداشته باشد، اما شیوه بازتاب دادن و بازگو کردن آن متفاوت است. دردی که از وجود یکی شاید با اشک و فریاد فوران کند، از وجود کسی مثل لطیف اشراق با نقاشی تهی می شود. ما نقاشی را خوب طبعا از ریالیستیک شروع میکنیم، یعنی به شکل عینی، چیزی که عینیت داره از او شروع میکنیم. این تو پیش میریم تا اینکه کار ما اینطور میره به طرف ابسترکت شدن یا انتزاعی شدن، کار انتزاع میشه و این می نخواهم مرحله به مرحله ما اینطور آمدم. این دیگه چیزی که شما می بینید من رسیدم.
اتفاقات پیرامون لطیف اشراق شبیه تابلوی است که رنگی ترین رنگ در آن سرخ است و درشترین تاریکی. به نظر او کار به جایی رسیده که انتخاب رنگ ها دیگر دست هنرمند نیست. رنگ سرخ داریم اینجا، رنگ سرخ چادرش هم میتونه باشه و در این حال حسی اینطور وقتی که علالش میکنه هم خون اینطور میشه نماد خونش هم باشه. 5 سال پیش گروه داعش 7 نفر از مسافران هزاره را در نزدیکی زابل پس از یک گروگانگیری سر برید. تبسم 9 ساله جوانترین قربانی این رویداد بود که نماد اعتراضات آن زمان شد. این کار لطیف اشراق صحنه قتل او را به نمایش کشیده. این شاید میتونه یک نسل قبلی بوده باشه که اینطور کشته شده و بعد این نسل بعدی شد. اما وقتی هنرمند خودش شاهد عینی یک زردکشی هولناک یا یک کشتار بیرحمانه و یا یک ستم ناتمام است چی؟ وقتی کار به استخوان میرسه چی؟ برای لطیف اشراق هنرهای زیبا یعنی آینه تمام نمای زشتی های پیرامونش. این تابلو ماجرای فرخنده است که چند سال پیش در کابل به دست مردان خشمگین که ادعا کردند او قرآن را سوخانده زجرکش شد. در قسمت مرکزی تابلو شکل همون تصویر خودی جسد فرخنده یک سوخانده شده و این دیگه قسمت که هست مسجد شاید شمشه را قرار داره و به این دیگه قسمت شما میبینید که مردم میره اونطور میکشه به یک طرف و اینجا یک شخصیت دیگر رو میبینید که اینطور یک سنگ در دیست شعیر اونطور با سنگ میزنه. اما چه باعث میشود که کار هنرمند با چیزهای عجین شود که از آن متنفر است و گریزان؟ وقتی که میخوایم او احساسات خود را داخل تابلو بندازم باید یک زخمی بزنم به تابلو. شما اگر متوجه باشین من اینجا را این قسمت ها را اصلا شلاق زدم خودم. من اینطور یک شلاق میگیرم بعد این را اینطور درنگ کش میکنم تو اون شلاق ها را باید بزنم دهی. اما وقتی که شلاق میخوره او حس را انتقال بتونه تابلو. در شرایطی که نام یک کشور جنگ، ناآرامی و حمله های انتحاری را در ذهن بسیاری تداعی میکند، از دست هنرمند چه کاری برمی آید؟ آیا باید از خبرهای منفی و واقعیت های جامعه صرف نظر کند و به قول معروف نیمه پر لیوان را ببیند؟ خیلی از قصه ها در افغانستان تحت شعای جنگ قرار گرفته، قصه هایی که کمتر در معرض دید دوربین های رسانه های جهان است. اما تاریخ را با عکس هم می توان روایت کرد. مرتضی هراتی عکاس خیابانی و مستند می گوید هر عکس 1000 قصه. من عکاسی را از حدوداً 13-14 سالگی شروع کردم. اون زمان طالب ها آمده بودن و باید عکس خانم ها رو یک عکاس نابالغ میگرفت، یک عکاس بچه، و اون زمان خب کامره دیجیتال و تکنولوژی نبود
و به افغانستان حتی امکانات اولیه عکاسی هم به او حالت نبود، بیشتر همون کامراهای لارج فرمت بود، کامراهای کلان چوبی که وزن او کامره بیشتر از وزن خودم بود. بعد که طالب ها رفتن عکاسی دیجیتال آمد، سرعت بیشتر شد. وقتی لنز همه دوربین ها در یک جهت قرار می گیرد و دوربین به جهت مخالف می چرخد، چه اتفاقی می افتد؟ دیدن و ثبت کردن لحظه ای که از نظرها افتاده چه چیزی را نشان می دهد؟ در افغانستان بیشتر متوجه چیزاییم که خیلی مشخصه، مثلا روزمرگی خیلی اهمیت نداره، نه بار خبری داره نه اتفاق داخل اونا افتاده. مثلا عکسای مجموعه بچه ها، اینا چند تا بچه کودک کارن که از قریه های دوردست میاین داخل هرات و کار میکنن. من نخواستم که این بچه ها در حین کار و کار سخت نشان بدم، بلکه در یک مدت زمان خیلی کوتاه در یک روز اینا سرگرمی، بازی و شادی دارن، دقیقا همون قسمت رو نشان دادم. اما کیفیت عکس مسئله است یا پیامی که منتقل می کند؟ شکار لحظه‌ای که قرار است برای همیشه نابود شود یا نشان دادن ابعاد و وضوح و کیفیت آن؟ یکی از کارهایی که من ممنون هستم از عکاسی با موبایل دقیقا همین مجموعه هست. عکس گرفتن حتی از این فضا و این آدم‌ها خود رو یک خط قرمز حساب میشه. داستان این مجموعه ای است که در هرات، در مرکز شهر هرات، یک دیواری وجود داره که دیوار یک مکتب هست، جایی هست که حج و اوقاف میاین احادیث و یک سری متن‌های روی دیوارها می‌نویسن برای امر به معروف و نهی از منکر، و در کنار اونا کسایی که کار اعتراضی میکنن، آرتیست‌هایی که کار خیابانی میکنن، گرافیتی و اینا، میاین یک پیام‌های اعتراضی زیر اینا می‌نویسن و یک تضاد خیلی شدیدی، یک جدل بین اینا وجود داره همیشه که باعث میشه هر چند وقت یک بار این دیوار رو کاملا رنگ بدن که هر دو پاک بشه، و شخصیت‌هایی که داخل عکس‌ها هستن مثل یک دانه شطرنج میمانن که نقش‌ها رو بازی میکنن. مثلا در این عکس یک نفر از کنار دیوار رد میشه که نوشته جنگ بس است، و وقتی که دهن خود باز کرده که خمیازه بکشه، بسر خورده و کنار اون نوشته قیام. حاشیه های مهمتر از متن گاهی میتونه قاب های کوچک عکس باشند. نام افغانستان در سالهای گذشته با هرج و مرج و جنگ و سیاست گره خورده، و همین عنوان است که خیلی از گوشه های دیگر زندگی مردم از حافظه ها و ذهن ها ربوده. اما چارسوی زندگی در افغانستان جزئیات زیبای دیگری هم داره که مرتضی هراتی خواسته او را با عکاسی خیابانی منعکس کنه. در قالب کار منسجم یا مجموعه عکس، من اولین کتاب خودم پارسال چاپ کردم و منتشر کردم. یک مجموعه لانگ ترم هست که در او کتاب 155 عکس در قالب یک استوری از شهر هرات گرفته شده. در او سعی کردم زندگی روزمره مردم در قالب یک دوره از زندگی نشان بدم که ابعاد مختلف داره. اسم کتاب چهارسو هست که داستان چهارسوی شهر، چهارسوی زندگی و چهار فصل ساله. یعنی تمام اینها، کتاب از فصل بهار شروع میشه با ساز و آواز و بهار و نوروز، و در نهایت در یک روز سرد زمستانی در یک قبرستان تمام میشه. انتخاب عنوان خرمهره برای این نمایشگاه هنرمندان افغانستان چه بسا مرتبط است با امیدی که آثار این هنرمندان در دل برمی‌انگیزد. خرمهره شاید کنایه‌ای است از هنر ناب و سختیاب،
چون برخی باور دارند که خرمهر سنگ نادر است که پیدا کردنش سخت، ولی با داشتنش میتوان هر آرزویی را برآورده کرد.